سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. امروز میخوایم در برنامه‌مون یک پایه متحرک بسازیم. عکسش رو الان دارید داخل تصویر میبینید. مشابه این میخوایم یک پایه با دو یا سه بازوی متحرک بسازیم که برای کارهای مختلف کاربرد داشته باشه. شما نمونه این رو در لوازم آرشیتکت‌ها دیدید. به عنوان مثال میشه روش دوربین سوار کرد، تبلت یا حتی مانیتورتون رو روش سوار کنید و یا اینکه چراغ مطالعه‌تون رو بر روش سوار کنید. هم میشه با استفاده از آلومینیوم این وسیله رو ساخت و هم از چوب. من از چوب میخوام استفاده کنم. طبق معمولم از چوبایی دارم استفاده میکنم که چوبای کهنه هستن. ابتدا این چوبا رو با سنبات نو میکنیم و شروع میکنیم به ساختن ابزارمون. لطفاً تا آخر برنامه با من همراه باشید. در حالت عادی باید مثل این سوراخ بکنیم و دو طرفش رو پیش موره بکنیم، اما چون جنس این چوب بسیار محکم و متراکم هستش، میخوام از خود این چوب به عنوان مهره استفاده بکنم. سوراخ میکنیم، داخلش رو قلاویز میکنیم و از خود چوب به عنوان مهره استفاده میکنیم. چوبمون رو با مته نمره 4 سوراخ میکنیم و با قلاویز نمره 5 داخلش رو قلاویز میکنیم. دور کند میذاریم و شروع میکنیم به قلاویز. داخل چوبمون رو قلاویز کردیم و از این راه کارمون رو جلو می‌بریم. دوستان عزیز، شما رو میخوام با یک سری مهره آشنا بکنم. وقتی که شما میخواین چوبای به قطر زیاد رو با هم دیگه با پیچ و مهره با هم متصل بکنید، بهترین انتخابتون این مهره های رو پیچ تو پیچ و یا مهره های خاردار هستن. ما الان میخوایم از مهره رو پیچ تو پیچ استفاده بکنیم. اگر خواستید برین مغازه جایی بخرید، میگید مهره رو پیچ تو پیچ. برای بستن مهرهای رو پیچ تو پیچ حتما به آچار آلن با اندازه مناسب نیاز دارید. اگر آچار آلن در دسترس ندارید، از یه مهره بلند میتونید استفاده کنید که قطر بیرونیش با قطر داخلی این یکی باشه. یا اگر مهره بلند ندارید، دوتا مهره با اندازه معمولی رو روی دونه پیچ میبندید و به راحتی شروع میکنید به بستن مهره رو پیچ تو پیچ. به همین راحتی میتونید مهره رو پیچ تو پیچ رو داخل چوبتون ببندید با استفاده از یه مهره بلند و همینطور یه دونه آچار.
خب دوستان عزیز، میرسیم به قسمت مهم کارمون که قرار دادن یه پایه مفصلی بر روی بازوی سوم یا بازوی آخری هستش. یعنی یک مفصلی که دوربینمون بر روی مفصل سوار بشه و بتونه به همه جهات حرکت بکنه. طریقه ساخت مفصل الان خدمتتون عرض میکنم. به این قطعه میگن گونیا و در ساخت سازهای چوبی کاربرد داره. در اندازه‌های متفاوت هست و همونطور که میبینید من دو اندازه‌شو اینجا دارم. شو مفصلمون رو با سه قطعه از این گونیاها میسازیم به این شیوهی که من روی همدیگه اینا رو سوار کردم. دوربین بر روی این قسمت سوار میشه و به همه جهات کامل میتونه حرکت بکنه این مفصلمون. این شیوه ساده‌ترین راه ساخت مفصل برای کارهای مختلف مثل سوار کردن دوربینتون هستش. خب دوستان گرامی، من یه تکه از قوطی دو درسه رو برش زدم و کار سوراخ کاریشو انجام دادم که اینجا بتونیم سوار بکنیم و بعد هم گونیاهامون رو در این قسمت به راحتی سوار میکنیم و در نهایت هم با استفاده از یه تکه پلکسیگلاس دوربینمون رو بر روی گونیای آخری نصب میکنیم. دوستان عزیز، قطعات رو از هم دیگه باز میکنم، میبرم بیرون از کارگاه، کارو رنگ میکنم و دوباره میام خدمتتون که قطعات رو با هم اسمبل کنیم و کارو با هم دیگه تست کنیم. تا آخر ماجرا با من همراه باشید. دوستان عزیز، بازوی سه محورمون رو رنگ و نصب کردیم. بریم که با هم دیگه کارو تست بکنیم. نکته مهمی که بخوام اینجا خدمتتون عرض کنم در مورد این پایه هست. شما بسته به نیازتون میتونید شکل و طراحی این پایه رو عوض بکنید. من میخوام دوربین فیلمبرداری رو بر روش قرار بدم، پس اینو جوری طراحی کردم که دوربینم میتونه بر روش سوار بشه. شما میتونید پایه رو جوری طراحی بکنید که موبایلتون بر روش قرار داده بشه. آیا اگر گیم باز هستید میتونید جوری طراحی کنید که مونیتورتون بر روش قرار بگیره. مطمئنم برای گیم بازا این قضیه بسیار دلپسنده. خب همونجور که دیدید با همین روش شما میتونید یه پایه دوربین داشته باشید که همه نیازهای شما رو برطرف بکنه. امیدوارم که خودتون بسازید و از ساختنش لذت ببرید. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.